نهایت عزیزم، بعد از عرض سلام شفیع یار هستم. توجه شما را یک بار دیگه به برنامه زنده امروز خود جلب میکنم. قسمی که من در هر برنامه میگم، برنامه های زنده ما پل ارتباط ما و شما با هم است. و بازم یک بار دیگه تکرار میکنم که هر زمانی که ما وطن خود نجات داده باشیم با اساس افهام و تفهیم و درک شرایط عینی و ذهنی کشور ماست، هیچ وقت نمیشه که ما وطن نجات بتیم و کلگی ما بگویم این دیرین به زور تفنگ شد. اولین چیز عقل، منطق و فهم مشکل ماست. بهتر است که ما و شما با هم گپ بزنیم. شما در این می برنامه های زنده ما یک چانس دارین که صدایتان هموطنا بشنوه، ما خودم بشنام و در عین زمان انتقادات، نظریات، پیشنهادات شما را با هم داشته باشیم. سپاس میکنم از اینکه شما برنامه های ما را شریف میکنین با دوستانتان. میفهم که آسان نیست شریک کردن برنامه های ما، دعوی میکرده، انتقادات شروع میشه، وی خائنه، وی کافره، وی ازی وی ازی، و برای شما یک چیز آسان نیست. اما آیسته آیسته هموطنهای ما میبینم که استاد میشن سر جای خود و به خود وقت میتن، به خودی اجازه را میتن که نمایندگی کنن از نظر خود، از عقیده خود. ما یک جامعه عقب مانده استیم که مردم حتی به خود اجازه نمیتن که رقم خود فکر کنن، کار را که خودشان میکنن امی اجازه را به خود بتن از ترس از ای که باش که فلانی قار نشه، باش که او دیگه قار نشه، باشی بالاخره باید خود ما شیم. من یک آن دفعه میگم بزرگترین فاصله ای را که ما در زندگی ما باید بپیماییم یا مهمترین سفر زندگی ما یک سفر بسیار کوتاه است. سفر کوتاهی که اکثر ما در طول زندگی خود قادر نمیشیم و فاصله را بپیماییم، و او سفر از خود ما به خود ماست. ما در یک جامعه کلان میشیم که با ما اجازه نمیتن که خود ما باشیم. بنان تا زمانی که ما به این رشد میرسیم، به این بلوغ میرسیم که بگیم نه، من خودم هستم. مثل که شما میبینین یک خواننده خواندن میکنه برای 20 سال آهنگای یک از دیگر رو میخوانه، هیچ وقت خودش خودش نمیشه. صدا از احمد ظاهر، صدا از او، صدا از او و نام تنازی است. اما یک تعداد میتونه که رشد کنه و خودشان شود یک خواننده نو به صدای خودش، به استایل خودش. بنان بزرگترین سفر ما این همی سفر است که خود ما میشیم، که اکثریت ما در زندگی ما نمیتونیم خود ما شویم، و این سفر کوتاه است که باید بپیماییم. بفرمایید دوست عزیزم شفیع یار هستم. رفت هستیم. سلام دوست عزیزم، کمی بلندتر باشین، من صدا رو بلند کنم. بفرمایید. صحیح شد. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ ان شاء الله خدا معرفی کنین. اسمم عبدالجبار. بسیار خوب آقای جبار، از سکرمنتو هستم. ادام ندارم، خوشحال هستم دوست عزیزم. آقای جبار بفرمایید. ما سخنان برنامه های شما خوش کتم و همیشنم و همیشنم شما بسیار با روزه با آتیز تحقیق میکنیم و اولا بسیشون میکنیم و اولا بسیار بسیاری نفرام و حقیقت از رو خوبان بکنیم. شکر. ما بسیار از برنامه های شما خوش هستم و از اینکه شما هر چیز دوباره تحقیق میکنیم و دوباره قبول میکنیم، ما بسیار از برنامه های شما چیزا را موستیم و یاد میکنیم. تشکر. یک سوال رسول آقای عرصت بارید که شما را بسیار بزنید تقصد بکنید و بکنید که تا داره و بسیار بکنید. مثلا 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 م
اما شما به قرار که کنم برنامه داینه اگه بگیرم مخصوص خصوص مورد معلومات بدهم که سر پخت بین مسلمان گریسی دارم داشته باشه و نفر گریس نباشه باشه سی پخت که اون مسلمان بشه یا اون تپر بشه دارید باید دو کنم معلومات بدهم یا کنم روشنایی بدهم بسیار خوش شدم بسیار خوش شدم دوست از این چیز دیگه دیگه تشکر بسیار با هاست خوش شدم و همیشون تخیل شکر باشه این صدا را پخش میکنم که شما و ما اردوی ما دسترد نشین یک دقیقه اصلا این کدام برنامه کار نداره راجع به موی در قرآن هیچ چیز گفته نشده چی به طریق موی باشه چی به طریق ریش باشه چی به هر طریق دیگه که باشه تنها در قسمت سر خانم ها که دسمال در رویش باشه اینه دینه میگفتش و دیگه این چیز دیگه نه این مردم ها در اون زمان ریش خود کل نمیکردن نبود پاکی نبود تو باید پادشاه روم میبودی که برای توی یک طریق باشه که بین ریشته بتراشن در اون عربستان در این مکه و مدینه اگه شما فکر میکنین که پیغمبر بروت خود میتراشید و ریش میمان رقم یک یاده که عالم میگه اصلا نبوده من میتونم از روی کتاب سیرت رسول الله قصه های را از روی بکشم برای شما نشان بدم که مثلا شما که کارد میگین در او وقت کارد اینه تو یک چیز بوده کدال که میگین در او وقت یا کلنگ در او وقت اینه تو یک چیز بوده اصلا یک کلمه راجع به ظواهر انسان که چطور باشه در قرآن نیسته ای که یک ظاهر منظم داشته باشی یه علایده از اما یکی که ریشت بایده تا باشه کاکلته تا باید شانه کنی اگه امید رفته تا شد اصلا این نفرهای ظاهر برای خود دادن تا که در زیر عبا و قبا و ریش چهره اصلی برملا نشه و در ممالک عقل مانده مثل افغانستان اینی کشورهای دیگه مردم فکر میکنه که اینی چیرک، اینی ریشک، اینی تسبیح، اینی که اشرف غنی مال تسبیح میگردانه اینی والا خوب آدم هست اون آدم های دیگر ریش نداره حتمی آقا خوب نیست و این پشت در پشت مردم به این فریب خوردن این یک تزویر بوده از این خاطر یه چیز راجع به ریش و اینا نیسته اگه کس ریش میمانه خدا کنه که اینقدر یک دومت ریش مانه اگه کس نمیمانه خدا کنه که یک نوک سوزن هم نداشته باشه نه خوب میشه با ریش تراشیدن نه خوب میشه با ریش ماندن و نه هم ریش ماندن یا ریش تراشیدن سمبول یک انسان خراب است بفرمایید دوست عزیز شما میتونین که دوباره زنگ بزنین شما میتونین دوست عزیز که از طریق فیسبوک همچنان برم زنگ بزنین دوست عزیز یک دقیقه دوست عزیزم نگفتن امانه دوست عزیزم که وضع مملکت ما بر منوال سابق و بر سبیل سابق با پیش میره حکومت در صدد اغوای مردم است یگانه وسیله که میخواه که مردم کمک آرام داشته باشه ایست که متواصل به دروغ هاشه در مملکت ما قوه های مختلفی که وجود داره در صدد تخریب مملکت ما سن در صدد دزدیدن مملکت ما از آثار عتیقه گرفته تا منابع ما و اینا میخواین که ما را و مردم ما را و مملکت ما را در مقابل روس و تاجیکستان و ازبکستان و ایرانی غیره و غیره استفاده کنن اینمی پشتون از ایسون سرد در ایسون سرد استفاده کنن پشتون ایسون سرد هم میبرن طرف شمال و یکی سه میرسه که دیگه پشتون کار نمیده چرا که وقتی که از سرد دوسو در تاجیکستان یا ازبکستان یا ایران تیشی او وقت پشتون مشکل میداشته باشه از این خاطر در نو وقت است که باز اینا مراجعه میکنن با ازبک و با تاجک و با غیره و غیره و اون دونوی است که باز هم وطنهای ما قتل عام میشه و نو وقت است که باز یک وعدت میخواین به وجود بیارن بین پشتون و ازبک و هزاره و کلگی ما تا
کل اگه ما را در دیگدان یک جایی در دیگدان امیال و آرزوهای خودشان قتل عام بکنن. میبینیم که آیست آیست هموطنهای ما هم بیدار میشن، کم کم یک هوشیاری از زیر خاک سر میکشه. ما در طول سالها همیشه گفته میریم که ولا آل دیگه مردم ما هوشیار شده، مردم ما را کس بازی دانه نمیتونه، و بزرگترین دروغ اینمی دروغ است. در واقع ما هوشیار نشدیم، در واقع بزرگترین دروغ است. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. بفرمایید دوست عزیزم، خدا معرفی کنین. آقای عبیب، چه ها دارین؟ ساعت شما خوبه؟ اینا امو چی را گرفتن؟ آیست آیست قبول کردن که این معلومات برای مناظره نداریم. یک وقت یا مناظره میگفتن، همین ویدیوهایی که ما میکشیم و اینا میکشه در واقع مناظره است و بهترین شکل مناظره است. اما یا در یک وقت تو فکر میکردن که شفیعیار کسی از خود یاد نداره کدام معلم داره یا معلم ها داره و برش در پشت پرده میگن. آیست آیست را متوجه شدن که نیولا یه همه معلوماتش از خودش هسته. از این خاطر حال برای مناظره هیچ کدامشان حاضر نمیشن، غیر از معصومه آقای سلام عابد آمد. یعنی حال به اون جای رسیده که حتی کوشش میکنن که نام مم نگیرن که با مشکل نفتن. این من یه هفته پیشتر آقای سلام عابد هم چلنج کردم برای مناظره، ولی ما فکر نمیکنم که این حاضر شن برای از این که گپ بزنن، چون میفهمن که بسیار کم معلومشن. معلومات های از یا اون معلومات های قالهی و قاله و قاله وست قال قرآن هیچ یا نمیفهمن. اگر از در قال قرآن بین باز در اونجا بند میمانن، تمام او گپای سابقشان مثل که من سوال میکنم خودشان باز باید خود سوال کنن. اما میبینیم که چی میکنن. بله موفق کامدار باشیم. تشکر دوست عزیزم، تشکر. ما از اتاق تکنیک میخواییم که چی کنین؟ همین تلفن ما ببینن، احتمال داره که در تلفن کدام مشکل باشه، چون ما میفهم که باز شما برای ما میگین که شفیعیار ما خواه یک تلفن میکنیم یک لاین تیر نمیشه. بله بفرمایید. تمام داره که صحیح شده باشه. بله؟ بله بفرمایید. بله؟ هلو؟ بله روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایید. کی هستین دوست عزیزم؟ جان آقا. آقای جان آقا سلام علیکم، جور بخیر، ساعت شما خوبه، بفرمایید. شکر دوست عزیزم، شما چطور هستین؟ بسیار تشکر دوست عزیزم. کما که بلندتر گپ بزنین که دیگه دوستان بفهمند صدای شما را. جان تشکر. تا اندازه که میتونیم دوست عزیزم کلگی ما دیگه سم میگیریم و گپای ما هم تا اندازه که میتونم کوشش میکنم که هموطنهای ما گپ ما را بفهمن، ما گپ از اونا را بفهم،
و با هم آهسته آهسته هم زبان شویم. صدای ما داری آقای آید؟ بسیار پایین صدای شما را دارم. نم با اون مشکل از چی خاطر است؟ خبر نیم وقتی ها شاید هم اینترنت و این باشش نم با اون شاید تکنون است. شما مشکل بسیار شد فکر کنم بعد هم صدای شما یک ذره پخش میشه روز دیگه باز یک ترای کنین یا بعدا که ما هم صحیح بتانم صدای تان رو بشنام دیگه دوستان. تشکر دوست عزیزم. خب اینجا یک لاین چیره میگیرم. دوست عزیزم بفرمایین روی خط هستین. دوستای فیسبوکی اون یک دقیقه بر شما زنگ میزنم. این یک لاین چی خدا میگیرم از فیسبوک خدا. حالا لاین شما را نمیتونم بگیرم. این لاین زنگ زدم باز از شما را جناب ابراهیمی میگیرم. جناب عزیزی خواه تلفن ولی بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستیم. السلام علیکم آقای عیاد ابراهیمی سم از کانادا گفت میزنم. آقای ابراهیمی بسیار خوشحال میشم که زنگ میزنم. من مشکل بسیار یک مشکل بسیار کلان میبینم در صورتی که این طالبا و داعش و دیگر و نمان که هست وقتی فکر میکنیم این کل دولت افغانستان آل طالب و داعش هست به خاطر که ها در تا زمانی که اینا تر قدرت بودن و صورت عموم کل از یاد جنایتکار هست اگر یک دولت صادق در آینده دایه بجای دوسیه های از یاد آواز بشه یا کل از یاد در پشتای زندان به محکمه میره اینا میشه زمینه زیر مساعد پیداده که داعش طالب باید باشه. این گپ شما بسیار دقیق و درسته. یک تعداد زیاد هموطنهای ما در طول 16 سال گذشته دست به دوزی ها و چور و چپاول و غارت زدن. حالا اگر حکومت مردمی بیایه کل از یاز تاجه تا افرد تا همیشه پروگرامای شما را از روز اول کتاب حال هست و تحقیق بکنم. اما یک تعداد اشخاصی اما تو خشک بانکه که میایی گپ میزنه که یک بینی نگاه دیگه اصلا گودم چی داری یاد نمیگیره در این زمان ما که یک ذره یک گپ نمیزنه متوجه دوست اول نیستیم. ما در آینده امکان داره که ما کار بیاییم و همیشه یک چیز شما بسیار برای مردم تاثیر داره که این مسئله همیشه میگن راست بگو. حال یکان کسی که در یکان مقافل شخصی خود در دوستی های خود اگر راست بگوید طرف مقابل بسیار یک چیز نشه بد نشان میده. راستگویی را اینه مردم هیچ خوش نداره در مقابل خود اما در مقابل همه دیگر ها میگه همه راست باشن اما خود آدم همیشه باید همه غلط باشه. اینه چی یک مشکل هست دیگه. من همیشه خوشدار پرگرام های تستم من همیشه مفق باشی یا لا یاد. سلام علیکم. تشکر. سلام علیکم دوست ما در اینجا آقای عزیزی یک سوال کردن. خب اگر چی که ما از روی نشته جواب نمیتم اما یکان دفعه ما تو چشمتان میخوره که در چی هستم. میگه در اسلام سنت چی هسته؟ فرض هست؟ سنت هست؟ چی هست؟ در اسلام سنت منظور از ختنه است که بچه های خوده که مردم ختنه میکنن. ختنه یک رسم عنعنوی مردم عرب و جوش و غیره و غیره بوده. در قرآن هیچ کلمه در این مورد گفته نشده که بچه تا این رقمی ببر در این سن در این سال این ترکایی قطکو. مردم ها دریافتن در منطقه ها مخلم مردم بیخی بیکار میمانده که ما تا دستک دستک آیستا قیچی کردن یکی را دیگره امی عادتشان شده چیزه. امروز مردم فکر میکنه که اتمیست که باید شود. اگر نشه بسیار یک گناه بزرگ مرتکب میشیم. اما در قرآن هیچ چیز در این مورد نیست. پیغمبر خودش ختنه شده بود پیش از اینکه حتی مسلمان باشه به خاطر که رسم جامعه بود. یک رسم جامعه بود. اینه فرض است نه سنت. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. سلام علیکم. سلام دوست عزیزم بفرمایید خدا معرفی بکنه.
جناب آقای سر، سلام خدمت شما، خدمت تمام بینندگانی که برنامه شما رو تعقیب میکنن. نام من سمیر است، وسیق تخلص میکنم، به کالیفرنیا زندگی میکنم. بسیار خوشحال شدم، تشکر از معرفی خوب شما. بفرمایید گفتگو شما. آقای گفتنی خاص نداشتم، فقط من در فیسبوک هم پیجتون رو تعقیب میکنم. متاسفانه کامنت هایی که میبینیم اکثرا کامنت هایی هست که درخشان انسانیت هست. بله. انسان هایی هستن که البته کامنت هایی بده میگم، کامنت های خوب شکر زیادتر هست و یا مثلا بعضی از انسان هایی که دربی فاملی خود نشان میدن و فکر کنم دقیقه کلان شدن که شاید مثلا خانواده نبوده باشه، شاید کلان قبیله بوده باشه، این رقم شخصیت خود نشان میدن. و دیگه من برنامه‌نویسی از انسان صحبت میکنم که مادرم پشتون است و پدرم تاجیک. بله. و اصلا کنم مسئله تعصب و نجات پرستی و فاشیستی نه در ذاتم است و نه دوست دارم. بگم برنامه‌نویسی از نام انسانه که از یک فامیل پشتون و تاجیک هست. حرفای شما را تصدیق میکنم، قبول دارم و خوشبختانه شما انسان هستن که شاید در 35-40 میلیون افغان که در افغانستان زندگی میکنن شامل تو تمام تنها کسی هستن که جرات دارین این حرفا رو بزنید و حرفایتان هم کاملا منطقی، دور از تعصب. و کسی که حرفای شما رو قبول نمیکنن او اگه انسان های هستن که به خودی که معلوم هست مسئلشان لر و بر و نایفان احضاب مختلف جاش و کلا در هر جایی وقتی یک منفعت شخصی دارد باشه. آدم از تمامی باشن که در طول 30-40 سال مردم رو به نام اسلام و مسلمانی بازی دادن. دیگه شما اگه انسان منطقی شکر فهمیده و بسیار باعث افتخار بود که امرتون گرد دادم. تشکر، خوشحال هستم بسیار. دیگه اگر امر خدمت تو باشه کنم سوال باشه در خدمت تو هست. تشکر، ما بسیار خوشحال شدم دوست عزیزم، تشکر از تلفن شما. خواهش میکنم قربان، روز خوش. همتنان ما که سخنان زشت و نامرغوب میگن بخاطر از این است که 40 سال در جنگ بودیم، نفهمیدن معلم یک سازمان فامیلی که اینا را یاد داده باشد که چطور عکس العمل نشان بدن. این طبیعی است که ما کل چیزها را خوش نمی کنیم، یکان چیزها را رد می کنیم، یکان چیزها را می خواهیم پس کنیم، تیله کنیم. اما اینمی یک سیستم داره، دشنام و دو رای از اون نیست. برای ما حداقل نیست که کس دشنام بتونه اگر فکر کنه که من اصلا رای خود پس می کنم، یا ایست که هموطنهای دیگه ما را بترسانن، شاید سر اعتیاد تاثیر کنن، سر ما اصلا تاثیر نمی کنن. من تنها متاثر میشم که اعتیاد زیاد از هموطنان هم در 40 سال جنگ طریق خوب صحبت یاد نگرفتن. حالا ما با مردم ها مخالفت دارم، اما شما فکر نکنم دیده باشین که ما دشنام بتم و از دشنام مدد بخوایم برای ابراز نظرات خود. ما میتونیم چیزها را با این هم شریک کنیم، بالاخره در یک اسه دیگه ما یک روز برادر میشیم. ای که امروز در ایجه در چی حال استیم جنگ و مشتیخن، اما در یک اسه دیگه ما کلگی ما یک جای میشیم و باید یک جای شیم. بفرمایید دوست عزیزم رو خواهد استیم. بله سلام، ما آفایش شفیه تبوره بسیار سلام دوست عزیزم. یک سال یک مامی دوست ما آقای نظر، ما بر شما زنگ بزنم. اگه بسیار زنگ بزنین باز چی باشه؟ یک عادت خوب نیست که زیاد زنگ بزنین. بفرمایید این دوست عزیزم روی خط هستین. شما واسه من با من با شما هستم. بفرمایید این دوست عزیزم روی خط هستین. جناب شفیر تشکر از شما که وقت گرفتین و دورتون خوب ساز باشین. بهترین پیام ما برای شما دوستا و امتنا ماده ایسته که حالا من نخواست سر مسائل زبانی و قومی که می پیچن ایرا شما هم می دانین و ما هم می دانین.
اینا این دستای خارجی دارن اینا سر از این مسائل هستن بازنشون و مسائل است که خود هر کس باید خود سر از این مسائل برای خود یک رایی رو پیدا بکنن یا تحقیق بکنن بله بله میمانن سر مسائل از این که کی ها در این دست دارن و کی ها میخواین که مصرف میخواییم دوست از این تلیفون قطع شد یک لاین خود از چی میگیرم آقای مردان مزار شما بر شما زنگ میزنم آقای مظفر خان بعدا بر شما زنگ میزنم امیدوار هستم که بگیریم به بند فرد مثل ازی که آقای مردان مزار ما بر شما گشت زنگ میزنم نمیفهم که نشده که هیچ بر شما برای مظفر خان گپ میزنم آقای محترم مظفر خان شما یکان دفعه که زنگ میزنین باز ما بر شما زنگ میزنم باید شما آماده باشین که بگیرین اما آقای مردان مزار اوکی تشکرین شما زنگ زنین بفرمایین دوست عزیزم به خط هستین آقای مردان بفرمایید روی خط هستین دوست عزیزم بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین بله سلام علیکم شفیع جان عیار سلام دوست عزیزم سپاس و احترامات خدمت شما تقدیم میکنم مردان هستم از جرمنی با شما با تماس شدم بسیار خوشحال هستم دوست عزیزم دیگر ما بسیار خوش هستم که با شما با تماس شدم یک موضوع را میخواستم یادآوری کنم همین چند روز پیش یک تعداد مردم تجمع کرده بودند در شهر کابل به ارتباط این موضوع تذکره الکترونیکی بله دیگر اینا میخواستن از دولت که ما در تذکره میخواهیم که دو چیز باید به این درد شود یکی که اسلامیت در اول بعد از اون باز افغانیت بله این خوب برای کل کسایی که در خارج هست این موضوع بخصوص در کشور جرمنی که خودم هستیم البته خودم بله. هستم اینجا برای ما معلوم است که یک تعداد از وطندارهای افغان ما که فیلن در کشور جرمنی و در اروپا امی مجموعی بسیار سمت غرب اروپا بله. مثل سویدن و دنمارک اینجا پناهندگی دادن پناهندگیشان رد شده اینجا یک قاعده است یک معمول است کسایی که پناهندگیشان رد میشن باز دوباره اینا پناهندگی میتن به کلیساها بله اینا باز از امی طریق کلیسا برای زیاد کمک صورت میگیره و بالاخره اینا میرن به دین مسیحیت میپیوندن بله اینا تعدادشان هم کم نیست اگر ما اینا در اروپا سرشماری بگیریم شاید از صد هزار هم بلا برن که یک تعداد وطندارهای افغان ما و شما که اصلا اول مسلمان بودن بعدا آمدن اینجا با مسیحیت به حساب ارتباط پیدا کردن و فعلا در واقعیت اینا مسیحی شدن اینجا بله مشکل از اینا در اینجا اینا این دولت میگه که باید مردم خیستن و یا دولت هم تقریبا طرفداری به می نشان می تسخد که ما باید همین موضوع را در تذکرهای الکترونیکی درست کنیم و از کس سر و صداش نمی برای در ارتباط که این موضوع مردمی که این طرف که مانده اینا چی میشه اینا خب امروز آمدن این کار کردن عمدن کردن یا سوان کردن یا مشکل داشتن توی کار شده فیلن این این واقعیت در ایت کس نمی تانه که بیان کنن یعنی منظور شما آقای مردان نیست که در حالی که در افغانستان ما در سر از این جنگ داریم که نام قوم خود در سر دیگر را بقبولانیم یکی افغان بانه یکی از او بیرون مملکت اوزای ما آنقدر برای شفته است که اموطن ها افغان او سبان که دیگر در اسلام هم وابستگی ندارن در افغان هم میره که اگر نامش هرچی بمانی قبول میکنه که مقصد یک زندگی پیدا کنه در واقع در افغانستان همچنان هسته امی مردم ما را اینمیاله که اگر اسرائیل یک صد تیاره رایی کنه در کابل بگه بیای در اسرائیل میبرمتان بالا میشن میرن بخاطر از اینکه اوزای مملکت آن خدر آشفته و خرابه که مردم اولاد خرد خوده برای
بخواه از این که نجات بدن میرن. مملکت همه قاشقتر ساختن. این کسایی که افغان افغان میگه والا یا با افغان باور داشته باشن، اونه نیم مملکت ما رو پاکستان گرفته در وقت اتن ملی که میشه کل اتنا و بروتاسته که این خاک از ماست، در حالی که 100 سال شده که خاک گرفتن. اما ترکایی نمیل پاکستانیا مردم ازاره ما را، ازبک ما را، تاجک ما را طرف شمال رایی کرده، تیله کرده رایستن که سر ایران رایی کنن، سر تاجکستان و ازبکستان. ما در ظاهر مسلمان، در ظاهر وطن پرست، در ظاهر پشتون، در ظاهر تاجک، در ظاهر ازی هستیم. در اصل ما اکثر چیزهای خود در وطن خود از دست دادیم و این تا حدود دلیل داره. تقریبا این همه رهبرهای ما خواهیم شده. این 16 سال همین پیسایی را که امریکا و نیتو و غیره و غیره را یک در جیب کی بود که نرفت، همین کتکت آدم ها کی بود، اکثرش دست شد، اونم پیسا را گرفتن. حالا نه وطن برشان مهمه، نه خانه برشان مهمه، چندین خانه در چندین مملکت دارن، ساد شانتر یک آدم بیکاره 50 دانه 100 دانه بادیگار داره، بادیگارد بیچاره گوشنه است، در 100 دلار 200 دلار بادیگارد از این آقا شده. از این خاطر دلیلی که هموطنهای ما در کابل میخواین که در تذکره چی نوشته شد، اینا اونمو مردمای کم سواد است که در طول سالا بر از یاد تنهای نمی بوده که مونگ اسلامیت قولو، مونگ پشتونیت قولو. پشتونیت هم در ذات ماست، اسلامیت هم. کسی که بخواه پشتون باشه پشتونه، کسی که بخواه اسلام باشه اسلام هم. اما کل اگیش فروختیم، بهتر است که دیگه خود در این چیزا بازی نتیم و در مملکت تذکره که داده میشه. هر کس حق داره که در تذکرهش، هر قوم حق داره که اونمو چیزی که میخواه نشته شه. اگر برادر پشتونم میگه نشته که از مر افغان مسلمان نشته که، اگه ایندو میگه از مر نشته که سیک افغانستانی نشتهش که، اگه او دیگه میگه مرا هزاره شیعه نشته که، هزاره شیعه نشته که، اگه تاجک میگه مرا تاجک سنی نشته که، نشتهش که. این یک چیزیست که سر از این ما با جنگ نکنیم. اما اشرف غنی و کسای مثل از یا با اینمی طریق میخواین نفرهای پشتون احساساتی رو بخیزانن در پالوی خود استاد کنن و از این خاطر این چیزا مردود است. اما زیاد خوش شدم آقای مردان. تشکر از این مرده بود که براتون گفتم. شاید در امریکای گپور نباشه، شاید نباشه، ولی در کشور آلمان در بخود در کل جای ها هست. اینجا با کلی همی اوضاع همی همینطور تامل هست فیلا همینطور هست. شاید همی کسایی که آمده باشن، همی کسایی که در آخر آمدن حدود 20% شاید از 20% بالاترشان هم رفتن به دین مسیحیت. بله. اینا چسبیدن برمی که ما در تذکرها نشته می کنیم اسلام و افغانیت و اسلامیت دیگه مردم هیچ در نظر نگرفتن. بله. خودتان پیشتر گفتین مردم اون با بردازه شدن که خود فروخته شدن که حتی ما نمیگیم تنها مردم پشتون ما بایسا کل ملامتی رسر از اونا بندازیم، بالا رهبرهای تاجیکای ما کلگی با خود اختیار کردن امو پشته شدن در فساد در صد معاملی که بایسا جنایت میشه تا شاید دست داشته باشن. در این موازی هم منکر نستیم بخیر باش خود جنایتکار بگوییم و خوب و خود خوب دیگه وقت دیگه دوستان را نمیگیرم. همین مطلب بود برای تانه سلام خداحافظ. خداحافظ شما دوست عزیزم. خب یک چی دیگه تلفن دیگه از خب یک لاین از اینجا میگیرم. بفرمایید دوست عزیزم. ببخشین حالا روی خط هستین دوست عزیزم. بفرمایید بله روی خط هستین دوست عزیزم. الو خواهی یکان دفعه چی میشه این دوست دیگه من از فیسبوک میگیرم، آقای مظفر خان میگیرم از فیسبوک، دوباره شما را در چی میگیرم. الو آقای مظفر خان سلام، شفیعه هستم، روی خط هستین، بفرمایید. آقای مظفرخان روی خط هستین، بفرمایید. شما آواز مرا دارید؟ خوب صحیح دارم، بفرمایید. ما سوال خدا پشتو کنم که برای ما یکم راحت‌تر بشه. کاملا بفرمایید. در شکل آواز چه در عیسایی دو پار خپل کتاب ده و در موسوی دو پار خپل کتاب ده و قرآن شریف که ویل شوی ده چه و ما ارسلنا که ایلارم بطول العالمین. نو دې باره کې تاسو وایئ که چیرې
مونږ ایسایان پرې د خپل په دین باندې او مسلمان پرې د خپل په دین باندې نو دا مونږ ته چې قرآن شریف نازل شوی دی دا مونږ باندې دې هغه وجیبه نه ده چې مونږ هغې پورې ورسو نو خدای دې ما اسرار باندې پوه شوی و زه یې جواب بده فیسبوک شما باشین و سوال شما را تکرار بکنم که امو را ما درست فهمیده باشم. شما ایتو فرمودین که آیا ما میتونیم که عیسوی یا موسوی را به دین خود بیاریم در حالی که اونا از خود دین دارن؟ و یک چیز دیگه در شروع گفتین، دوباره همی سوال تانا یک دفعه مطرح کنین. ما با فارسی بفرمایید شما کنم که چیز کنم امیش بله. سوال ما را تده باشین. بله. ما گفتم که شما میگین که در قرآن شریف گفته شده که ما قطع عیسایی و همو کتاب خودشان کتاب میکنیم و با عیسایی خودشان و عیسایی کتاب میکنیم و در قرآن شریف نوشته شده که میگه و ما ارسلنا که الا رحمت للعالمین ما چیز نیستم مگر رحمت بر عالمیان عالمیان تمام انسان ها رو گفته این نمیشه که ما اگر ای تو باشه و وقتی که اسلام ظهور کرد او وقت تمام مردم یا عیسوی بودن یا مسیحی بودن چطور مردم به این وعدا شدن که بیان مسلمان شوند و دین اسلام قبول کنند وقتی که اونا قبلا از خودشون دین داشتن بله بسیار تشکر ما سوال شما را کاملا فهمیدم میخواین در لاین باشین یا میخواین از طریق تلویزیون بشنوین از طریق تلویزیون بشنوین سه سال بازم کدام چیز بود میزنم تشکر یک دقیقه تلفن های شما را نمیگیرم در زمانی که پیغمبر محمد ادیان مختلفه در مدل ایست بود در تمام دنیا دین تقریبا با انسان ها زاده شده انسان ها ما یک دفعه گفتم که اگر ما یک موزیم دین شناسی داشته باشیم در اوج یک مرچگک می باشه یک رسم از دریا می باشه یک کدال می باشه یا ایوان می باشه یا گاو می باشه انسان ها میشه کنجکاو و ازی بودن که چطور ما آمدیم در دنیا کی ما را خلق کرده یا خود ما با وجود آمدیم خواست از ما چی است ما چی بکنیم که آدم های خوب باشیم از این خاطر اینا در واقع خداشناسی یک سفر بوده با انسان که در طول تاریخ زندگی خود در هر کجگولایی فرهنگی که اینا رسیدن یا فکری یک خداوند را سر خوردن از طریق تفکراتشان و یا ای هم که در مدل ایست کتاب های برازیا فرستاده شده و کسای ما که باور داریم که ما خداوند هستم یعنی خداوند در مدل ایست تصمیم میگیره که خودم معرفی بکنه در دیگر جای ما خود ما کوشش کردیم که را پیدا کنیم قبل از اسلام ادیان دیگه در اوج بود اما دو دین بسیار قوی در اون زمان بود که یکی عیسوی یکی موسوی و دیگه ابراهیمی ها هم بودن و شاید هم داودی ها ولی یک تعداد دیگه بود که اینا با ادیان باور نداشتن با نظرات مختلفه دیگه بودن در قرآن آیت است که ما در اون دنیا عیسوی، موسوی، مسلمان و همه را به اساس کتاب خودش و در حضور پیغمبر خودش مؤاخذه میکنیم یعنی که سوال جواب میکنیم اگر در اون دنیا عیسوی دم در بهشت یا دوزخ یا هر جایی که مورد سوال قرار میگیره کتاب را بکشن بایبل یا انجیل و از اون طریق بگوید که اینی کار را کدی غلط بودی ما برای تو در کتاب تو گفته بودم و بگه نیخ خدای ما خود موسوی شده بودم دیگه اون کتاب از من نبود این حال در قرآن گفته شده که مطور در حضور پیغمبرت با اونمون کتابی که برای داده مؤاخذه میکنه برای مسلمان همچنان برای موسوی همچنان در قرآن آیات متعدد است که فرق بین پیغمبرها و کتبشان ما نمیگذاریم و این دعا را ما شما همیشه میکنیم که آمنتو بالله و ملائکتی و کتبی و رسولهی اگر ما ایمان داریم این حال چطور میتونیم که این دیگر را بگویم نه تو در این دین نباش ما بر از اون میگم ما به این کتابت ایمان دارم و پیغمبرت هم ایمان دارم و ما میخوانم که آمنتو بالله و ملائکتی و کتبی و رسولهی اگر ایمان داری چرا مرتو از این دینم میکشی
آخه ایمان نداری باز. من چی میگم؟ نه، دین تو منسوخ شده، بوده، خلاص شده. تو بیار در قرآن یک آیت بکش که خداوند گفته باشه که کتاب دیگه منسوخ شد یا پیغمبرای منسوخ شد. ای اونو قال اینی و قال اونو قال اونوست در قرآن هیچ گفته نشده. گفته شده که بگوین که ما با همه پیغمبرای ایمان داریم و هیچ فرق، امی کلمه گفته شده، هیچ فرق بین ازیان نمیگذاریم. اگر تو فرق بین ازیان نمیگذاری، چطور میتونی اومد از این بگویی که بیا دیگه مسیحی نباش، بیا مسلمان شو؟ خب فرق گذاشتی. او میگه چرا شو؟ نیخو از ما کتاب ما آخره. چرا آخر؟ آخر که از ماناش بهتره؟ چرا؟ آلوخ خداونده. مثلا یک نویسنده میتونه یک کتاب 20 سال پیش نوشته کده باشه، یک کتاب دیگه آلی کتابش بهتر باشه. خداوند خو یک دانای مطلقه. اگر کتاب 1 میلیون سال پیش رایی کرده یا آل اردویش چون اساسش یا نویسندهش یک دانای مطلقه، بنان هیچ کدامش غلطی باید نداشته باشه. به این خاطر ما نه تنها که ثواب نمی کنیم که یک مسلمان عیسوی بسازیم یا عیسوی را موسوی بسازیم و غیره و غیره، بلکه نظر به آیات قرآن. من که در بایبل یا تورات چی گفته، کتاب ما نیسته، ما مسئولیت ندارم که او را بخوانم و مسئولیت ندارم به اساس از او حرکت کنم، چون با ما در کتاب ما گفته شده که تو را به اساس کتاب که به تو دادیم مؤاخذه میکنم. بنابراین در قرآن می نوشته شده. اینال آیا شما قبول میکنین این گپ که من؟ نه، اکثر تا نمیکنین. چرا نمیکنین؟ به خاطر اکثر شما از روی قرآن تا عیسی نرسیدین. اونمو آدمی که میگه که قل ازیو قل ازیو قل ازیو، ما شما را قل 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 تا ایجا رسانده. اگر اونو قل ایلا کنیم و قرآن مراجعه کنیم، باز اونو وقت میگین ولی این میگه بازی کل گپایش کتابی است. امیدوار استم جواب خوب بوده باشه بر شما دوست عزیزم. آلو میتونیم دوباره زنگ دهیم. لینای مردیش باز استه. مظفر خان از شما را گرفتم. شما میتونین که بازم زنگ دین. ولی برحال دین اسلام دین اکراه و جبر نیست. ما نمیتونیم به زور مردم را به دین بیاریم. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. آقای محترم شفیع یار، سلام، خوب هستین؟ سلام دوست عزیزم، صدا را بلند کنم. چی حال دارین؟ صحت شما خوبه؟ خدا مرحمت کنه. امیدوار هستیم که جور سرمند باید. تشکر از وقت شما که تلفن جواب دادین. یکی دو مسئله را اگر مختصر براتون شرح کنم، اگر لطفاً در این باره بگوین خلاص کنم خود بدید. بفرمایید. یکی که شما که من فکر میکنم در این محبوبیت که از طریق تلویزیون و پروگرامتون پیدا خیلی دوتر از طریق برنامه های دینی تون بود که ما از شما همیشه خواهش کردیم کمی زیادتر کنین. بله. یکی از پلیز دوم، یکی ببخشید، از طریق رادیوی شما، از طریق تلویزیون شما اگر معذرت میخوام، شاید شما خلاف نرمای پروگرام شما باشه که درباره ترسیگر صحبت کنیم. امی آدم ترسیف به سوای از دمی خودم ملا و بلازادا میگیرم، یه امان کیوان نامدی کسی زیاد کردن است. این بسیار افت و زبان ندار دمی پروگرام از هر شنبه، یعنی امی روزی که دیروز پروگرام داشت، من ای کنم کدام مردم دمی کانادا تصنیت کمی روی از دیرم تغییر بده. این قدری بد اخلاق در این پروگرام خود سراسری پشا میگه. من نمیدارم در این آمشای اثر که تو اینا را تو کسیف اینا دعوت کردن، ببینه پروگرام شما اونقدر که اینا را زور داره به خاطر امو شاید منصب کسیف که امو خانم و اصلاح عبیز کرده بود دفتر خود، چنان چی در یکی دو روز بعدی چندین کلپ دیگه از من برآمده که هیچ امکان نداره که او را آدم بگویه که ویدیو شاپ هست یا نمیدارم کتو شاپ هست، خاطر از اینکه روش برای رو در این کلپ آخری نشان میده. و این پشتی از روی بخاطر نکنم که چون شما گفتین که امو لحظه پشتی از این گرفتین این نشتره شون را زور برای چرکیات نگو امو گذارده از پروگرام انتقالی درست هست، ولی بسیار این احمد که به ثبات اشای رزبان از این قید که بچک بچک کوچه نمیگه از خاطر از اینکه پیش نریم مزرعت از شما میخواییم. اجازه بدین من آقای کیوان کمتر کسی میتونه که رقم آقای کیوان پیدا شه. از چی خاطر؟ یعنی مسئله شخصی نیست. خود آقای کیوان در برنامه زنده ما 3 یا 4 سال پیش گفته و ما ماندیم که ما خلقی بودم، باز پرچمی، باز خلقی، باز بعد از او رفتیم پاکستان گرفته. فکر کنین در اوجه که رفته آخی
نه باش نه یک دقیقه باز ما رفتیم در اوج کلمه خواندیم و می رقم ما ماندیم کلمه خواندیم برای گلبودین کلمه بره آره دوباره یک کمونیست دو آتشه شده و خیر سموطن ها میتونن نکنن چرا آقای کیوان یک دقیقه ما به شما بگویم چرا آقای کیوان در این بسیار حساسیت نشان داده به خاطر از این که ام یک خانم بود لیلی که سجی آورده بودش که میگفت که پدر ما سر ما تجاوز کرده بله بله به خاطر اینی, اینی آدم در اونو روز سر اونو دختر بیچاره که گیران میکرد جانلو چشته بود و یک رقم به یک شکل مشکوک خدا زدش که او در یکی برامد توسط خودش نفهمیده بود آل اونو سنه رو دیده اونو یادش آمده و در قسمت تیمورشا جان بر شما بگویم یک دقیقه بازم به من اجازه بتین ما هفته پیش نبودم سه یا چهار روز نبودم آقای تیمورشا حسن دیدم که یک دفعه زنگ زده دو دفعه زنگ زده سه دفعه چهار دفعه آخر من فکر کردم که احتمالاً کدام کار ضرور است و من این را جواب دادم آقای تیمورشا حسن گفت آقای ایار ما به خدا از شما بسیار یک مزرعت قرضدار هستم خدا نکنه آقای تیمورشا چیه ما ولا اونو لوده اونو کمان کیوان آمده بود در برنامه شما را دوزد فامیلتان را دوزد من گفتم شما دیگه از من ندانین ولا ایت شد ولا ما اون را قطعم نتانستم به خاطر که نمیتونم روی مرمشه که یک نفر را قطع کنم در حال اگر خودش یک دکه بتیه قطع میکنه ولا ایت بود ما این لوده است این را زنش اعلام کده این را دخترش اعلام کده این و این میخواست که من خوش باور کنین نه یک دقیقه باور کنین که پیش ما هم این تیمورشا حسن به میسرگین خر شد برای چی؟ به خاطر تو که یک کس رفیق هستی و دوست هستی خانه میای خانهش رفتی یا نرفتی اما اون خانه ات آمده در برنامه گفتی اینا رو میای در برنامه ات یک اف میزنه خب اول اخلاق هم ایست که قطع کن ولی دومه دیگه اگر قطع نمیکنی بازی نامردی است که یک کس رفیق هستی و سو کورا میگی ما که دوستم تاریک میکنیش گرده او سمیایی در پشت پرده مرا میگه که لوده زنش علاج کرده دخترش بسیار بد اخلاقه ما گفتمش که مدید بگه که تو گب نمیزنم که اگه نه بیابد امی تیمورشا حسن اما اینمینا اینمی اخلاقه دارن متاسفانه ولی ایچ اصلا مهم نیست برای ما شخصا مهم نیست که کیوان چی میفرمایه یا تیمورشا اینا ما مسیر خودم میپیماییم ما خود رسام میکنیم هر کس انسان ها در واقع یک رسام هستند رسام اخلاق و کرکتر و شخصیت خود در واقع ما هر گپ که میزنیم مثل از که یک قلم در دست ماست پرداز میتیم روی خود کرکتر خود اخلاق خود شخصیت خود معرفی میکنیم چرا ما در برنامه خود مردم ها دو نمیزنیم چرا نمیمانیم که مردم ها دو بزنن بخاطر از این که اخلاق و کرکتر و شخصیت ما اجازه ندن چرا اینا به خاطر که یا دیگه هیچ چیز نداره برنامه تیمورشا حسن آلت شده دوستای سلام من تیمورشا حسن هستم برنامه خانه و خانواده اما بان این خانه و خانواده را بلاد پشت سر شفیع عیار بین گرده باز بیادر دیگه اش من احمد شا دوستای از من احمد شا هستم من برنامه موسیقی است امروز سارنگ معرفی میکنیم اما بان این سارنگ بلاد پشت بین سر شفیع چرا یا میخواین از خیرات سر نام من یک دو نفر یارا ببینم تیمورشا حسن صد نفر نمیدیدم برنامه ما با کدش از انسانیت کش انترویو دادم صد هزار نفر دید در عمر خودی چی نشود اما حالا فکر میکنه که البته من کدام کس هستم باید مردم اجازه بتم که بیان دعو بزنن تیمورشا جان ای یک اخلاق زشت است اگر کدی یک کس یک جایی بودی باز نامردی نکن پس به شما بیایی او را دعو بزنی نه اگر دعو زدی در اون تلویزیونت هم او را بگو پشت پرده پیش من نیا که امان کیوان تر است بر اخلاق است زنش علاج کرده دخترش اینا مسائل شخصی است که من ایس رفیق به تو میگن تو میایی به ما میگی این نامردی است من نامرد نیستم من نامردا را تحویل نمیگیرم من نمیمانم در برنامه ایم سر خودت کسی کار کنه اما نامردم و تحویل نمیگیرم اینا میگه ما بوده دوست هستم رازی خاطر پشت کیوان ریش رای نستم با کمال مزدک یک دقیقه دو مجلس بگیم من منظور من این است شما از شما به اصطلاح دفاع کنم شما را هم دوست دارم شما زبان داره که از کسی کار های کنست ولی منظور من ایست که این سال کسی آن قدر این معلوم رو بسته که باوت به در روشنگری من بسار مسائل شم نوا مانده که کسی لچک و بد اخلاق و بد زبان هست باوت که من ایست که به این سفید زن و بچه دختر کنی که لاش کنم میدانم انکری کدام دان و مردمش رو مشکنان رو نمی پروگرام آخر ببینید و این را میفهم یکی خود مسئله اون دار داده یکی ما بارا برش پیام داده اینی که اون نجیب اینه که تو تمیشه جانوان بود یک تفتیت و وطن فروش بود که میخواد میگفت که وطن یا
کفن. اما مثل یک آدم خواهی نیمیشه و عطر پودر زدگی میخواد فرار کنه پیش خانم کنه بره شش ماه پیش خانم کنه باجهش تفسیر اندوستان بود روان کرد خانه از اون کنم از سیف گوشن یک دو مکتب هم گرفته انگوی برادر خود برای رفت یک لکه از دو ایز مردم بیچاره که رنگ کشید گلونش پاره میشد لباس نظامی پیشتر در دو نرد کابل گلون پاره میکرد که وطن یافته فرمایی تفسیر بود خواهی و این نشنالیست نیمیشه و فرار میکرد این خواهی بعضای خیانت کرد اگر نیم محفوظیت خود داشت و این کسی داغ دلش از کافله سرسوس همیشه داغ دل از این دلش مانده حال پشت دی دگر وار رسول که خواهید کسی که به کلف های داد بیشتر گیر میکنه چون به خاطر شما موی لحجه گفتید که اینا معاملگر هستن در هر خیانت ها چون مثل نسان از این من یاد کردم که من نمیدانم بسیار قدر کسی فرد بس به شخصیت آدم هست بسیار تشکر دوست عزیزم لطف دانستم زیاد خوش شدم اما سگ دکتر نجیب ما که کیوان مقایسه نمی کنم دکتر نجیب ما با همه مخالفت هایی که دارم احترام می کنم اگه امروز دکتر نجیب زنده می بود ما امرایش می بودم اما تنهای ما متاسفانه در افغانستان ترسکی اگه کسی را یا خوب بگو یا بد بگو تو گفته نمی تنی که این نقاط منفی منفی این مثبت مثبت ما دوستش را یا بد می بینم نه ما دکتر نجیب ما بارا گفتیم نظر خودم هیچ وقت بنا نمی کنم اما اگه امروز دکتر نجیب می بود ما با دکتر نجیب در یک خط می بودیم صرف نظر از اشتباهات گذشته و اعمال خراب اما امان کیوان که میگه که ما کلمه خواندیم به او به او به او نجیب کار نکرده بود نجیب تا آخری روز یعنی تلاش خود کرد برای نجات خود اما نجیب و کیوان اصلا کیوان که از دکتر نجیب دفاع میکنه برای از اینکه روی سیاه خود نجیب دستمال بسازه برای پاک کردن روی سیاه خود اما برای ما چیزا مهم نیست بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین سلام علیکم برادر محترم شفیع یار سلام دوست عزیزم چی حال دارین صحت شما خوبه بفرمایید خیر خیر هستید بخیر هستید این برادر ما بیشتر راجع به تیمورشاه حسن و کیوان عرض دادم امروز ما خودم اومدم گفتم ما ما پیشده ایز میگم که برادر شفیع یارو نه کدوم شما مرا میشناسید نه من شما رو من دقیقاً دفاع میکنم من مقصد برادر مطرم کنم من امید هستم گفتم تیمو شده من در قصه شفیع یار هستم نه تو هست که نیست کردی فامیل هستی بسیار مطرم هست برای تمام افغان ها فامیلشون مطرم هست ما برادر مطرم برای گفتم که شفیع یار قبلا ما با شما صحبت کردیم با تیمورشاه حسن گفتم فامیل از این محترم هست خودش ها که هرچی میگین مربوط به خود شفیع یار اما کیوان میشه اینا چند تا خلقی هست که مثل نمی معروف یه نمی که او همی کیوان هست باز در پیام افغان میگه قبل فهم قاضی بوده که خلاص میشد میگه زنده بود از امجان بود از امجان آدم میگه که خلاص میشد گفتش بود میگه زنده بود قاضی سیب ولی یکی پیدا شده یکی زنده بود امان کیوان بود دیگهش میگه معروف اینا از خلقی هست در قصه شان نباش برادر محترم هر جای باشه من نمیشناسم از برادر محترم لیکن دفاع از حقیقت میکنه همی حالم فعلا هم از قدم سیمشوه همی سیمینومر لباره ترس میتوده ما از واقعیت دفاع میکنیم ما دیدیم ما گفتن شفیع همی گفت ملا ها رای نجات است ما گفتن ملا ها رای نجات افغانستان است یا شفیع یا طرف دارم از قطع کرد بله به ذری محترم ما دوست داریم در پولوی دستیم خداوند یار و مددگار است بسیار تشکر دوست عزیزم کسایی که در جامعه رسوا میشن کسایی که دیگه هیچ چیز برای از دست دادن نمیداشته باشن اونا دیگه اونمو چی را پیشه میکنن که امان جان پیشه کده که دو، فامیل، زن، اولاد مردم در تلویزیون کسایی که در این سطح تنزل میکنن در جامعه در واقع خودم میشناسانن و ما در چی نیستیم که از ایگه پا اصلا کدام رای بزنیم یا بترسیم یا یک چیز باشه ببخشین چند بار زنگ زدن یک تلفن از فیسبوک میگیرم بفرمایید خواهر عزیزم شفی جان خوب هستین؟ شکر شما خوب هستین؟ تشکر ما امین هستم شما را از سندیاگو زحمت میتام بفرمایید خواهر عزیزم
ما شفیع جان، ما 30 سال میشه در سنتیاگو زندگی میکنم. بله. شوهرم تاکسیرانی میکرد. بله. ما از شوهرم میکدان دوست داشت، بچه بسیار خوب بود. بله. که او هم تاکسیرانی میکرد، یعنی هم کارش بود. بله. ای بچه که خب خانمم این نفر دیگه به اصلاح جوان خانمم میامده میرفت رفت آمد داشتیم. بله. باز ما شنیدم که چی کده، خودکشی کده آقای ایار. چرا؟ دلیل خودکشی شد. این دهی وقت هسته؟ این دهی امیال میگین یا در گذشته بود؟ نه، در گذشته چند وقت پیش. شب. بله. باز دلیلش ای بود، بسیار معذرت میخوام بیادر جان دیگه، دلیلش ای بود که این بچه که از کار میره، خانه که میره، این خانمش رو در سر تخت کرده چیش میبینه، کرده باجیش میبینه. بله. این باجیش هم میفهمین کی بود؟ نخیر. باجیش هم میدیم، باجیش آقای تیمورشاه حسن بود. آه نه نه، ای چیزا رو خواهش میکنم دوست عزیزم. نه امی، نه امی خواهش میکنم، خواهش میکنم. ای احتمالا یکی از دوستای ما زیاد تحریک میشن، خار میشن سر تیمورشاه حسن. یه پا اصلا اگر یه غلط باشه به هیچ وجه در تلویزیون باید کشانده نشه، و اگر یه گپ درست هم باشه در برنامه ما هیچ به هیچ وجه گنجایش نداره که یکی بیا یکی کت زن از او کت از او. برنامه ما اصلا تو برنامه نیست که ما بیارم برم باید بسیار معلومات ها میهد، سر بسیار مردم معلومات میهد. اصلا در مسائل شخصی یک نفر در عمر ما در تلویزیون به هیچ وجه یک مسئله شخصی که تاثیر مندازد در یک کمیونیتی در اون میتونیم گپ بزنیم. سر این سجه باور کنیم من یک کتاب معلومات دارم، اما به هیچ وجه من این کارا نمیکنم. معذرت میخوام خواهر عزیزم، زیاد تشکر از تلفن تان اما نیوت یک چی. بفرمایید آقای خلیلی. دوست عزیزم روی خط هستین، بفرمایید. دوست عزیزم روی خط هستین، بفرمایید. یکان دفعه دوستان ما زنگ میزنن در لاین هستن اما چی میباشه؟ در تلویزیون مصروف میشن. دوست عزیزم روی خط هستین، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، چه دارین؟ صحت شما خوبه انشاءالله؟ خدا معرفی کنین برادر گلم. روی خط هستین شما، تلویزیونتان رو پخش کنین. بله بله سلام علیکم. سلام برادر گلم، خوب هستین انشاءالله؟ بفرمایین خدا معرفی کنین. بسیار برادر گرامی محترم آقای شفیع عیار اسم من نجات صدیقی، ما از کانادا صحبت میکنم. بسیار خوب، خوشحال میشم. بفرمایید. اسم من نجات صدیقی، من از کانادا صحبت میکنم. بسیار خوب. و بسیار خوش هستم که با شما تلفن ما را برداشتیم. سلام خدمت همه کاران شما و همه دوستای شما. احترام صمیمی خودم مطرح خودم برای شما محترم، همیشه برنامه شما رو نگاه میکنم و میبینم همیشه از طریق فیسبوک از طریق تلویزیون. من یک سوال بسیار کوتاه دارم که من در این صفحات فیسبوک میبینم دیروز چند روزهایی که این آقای بسیار بی‌ادبی ماف کثیف راکتیار بگویمش یا قصاب کابل بگویمش، اینا در افغانستان مثلا امروز با لونگی های مخصوصی چی میگن رهبر میگن و نمیفهم قهرمان ملی میگن که ما یک دونه قهرمان ملی داریم و هم خداوند مغفرتش کنه عامر صاحب احمد شاه مسعود، و امروز در صفحات فیسبوک نشر میشه و همه میگن که این انسان کثیف معقول در افغانستان هیئت و نمیفهم رهبری کمیسیون مستقل انتخابات شده و نمیفهم چطور چیکار. شما در برنامه‌تون بسیار در مورد از انسان صحبت کردین، اما آیا میتونین یک کلمات مشخص بگوین که آیا این حکومت فعلی، این دولت فعلی، خب دولت که مردم میشن، ما دولت نداریم، امروز حکومت داریم، چون سر ما حکومت میشن، حکومت اجباری، آیا اینا به کدام نوع هستش مردم چشم پوش
خاموشی میکنن که این قصاب کابل و یا این بچه نمیفهم کرنکار این در کدام وضعیت از طریق کی آمده و چرا؟ و شما که میفهم که در امریکا زندگی میکنید آیا این جالب نیست به تمام مردم افغانستان که اینا در این وضعیت آمدن و تمام مردم یک از مردم و به نام افتخار میاین به پیش از این جلو از این آقای اکنسیار و یک ری هم داریم مانند از یک بچه بسیار نازنینی که کفشای خود درویش باد کرد یک کم روشنتر در مقابل از این مسئله من همیشه در دوران طول که جنگ گلبدین اکنسیار با شهید احمدشاه مسعود بود من چلستون هستم من در چلستون شاهد تعنات هستم که شما که میفهمین که چاردی کابل یا یک چلستون چل روستش گلبدین بود بعدا یک چل روستش مرحوم احمدشاه مسعود بود ما دیدیم من خودم شخصا در اون دوره سن من 11 ساله 12 ساله بودم که یا سیمای فلزی و سیمای برق قطع میکردن میبردن پاکستان مفروختن اینا فابریکه جنگلک فابریکه میخ داشتیم با من از خودم از اون منطقه هستم تمامش کبال کردن بردن در پاکستان فروختن اینا در باغ و بالای ما را که ما یک دونه که موزیم شمشیر طلا و نمیفهم قاشق و پنجه های طلا یا را کلش بردن به پاکستان فروختن و امروز این انسان میشه قهرمان ملی و قهرمان ملی اصلی ما که شهید احمدشاه مسعود است اون وقت که از کابل شکست میخوره میره طرف پنجشیر این آدم تمام اموال و بار و خرچ و دارایی کابل را میبره پنجشیر اینا پس ما و شما کدام از اینا قهرمان بوده؟ کدام از این تصاد پیشه بوده؟ به نظر خود من از کل بودین که در تصاد پیشه تر در دنیا ما کسر ندیدیم و امروز آمده به عیس رئیس عمومی انتخابات نمیفهم چطور چی کار این قدر دلم درد کرده آقای عیار قربان شما ما بسیار دوستتان دارم و پروگرام های رو از امی از امی قلب نگاه میکنم از امی دل واقعا دوستتان دارم مثلا در این مثلا گپ بزنین یکنات کمی دل ما میخ کنه و دل مردم دیگه هم کمیش نواده یکی کنه زبان شیرین خود شما باشد بسیار تشکر در قسمت از این که آقای گلبدین در رابطه با کمیسیون مستقل انتخابات باید کدام نقش داشته باشه؟ اصلا این کمیسیون مستقل انتخابات دیگه در افغانستان کدام آبرو به خود نمانده؟ شما میتونین 10 دفعه اعضای از این کمیسیون تغییر بتین کلش جمعیتی بیارین، کلش پنچری، کلش قنداری، کلش بغلانی از هر جایی که بیارین به آبرو میباشه بخاطر چی؟ به خاطر که یک حکومت اینمی اشرف غنی و اینمی گلبدین در تقلبات که به سابقه در جهان بود در اینمی لوی پارتی های ناردیشان دست داشتن در واقع گلبدین و اشرف غنی اما در افغانستان این انتخابات دیگه تفاوت های خاص خود می داشته باشه که البته ایره ما باز بعدا تشریح می کنم زیادتر این اولین انتخابات می باشه در افغانستان انتخابات بعدی که اگه تا اونجا برسیم که پشتون بر علی پشتون، هزاره بر علی هزاره، ازبک بر علی ازبک، تاجک بر علی تاجک می باشه. در این انتخابات بعدی رنگ رخ قومی خیره‌تر می باشه و یه باعث از این میشه که یک جای پای پیدا شه بر مردم تازه نفس که پیش روی بیه. در انتخابات گذشته که ثمره کار پشت پرده 16 یا 15 ساله اشرف غنی بود و بیلیون ها دلار که مصرف کردن که اینا پشتونا را بسیار عقده‌مند ساختن که کل چیزها را شما عزیز دادین و برای پشتون در انتخابات گذشته تنایگه بود یک پشتون همی خرم که از پشتون باشه ببرم آسایستیم امروز شما برای اولین دفعه میبینین در 16 سال که پشتون ها علیه اشرف غنی خیستن ظاهر قدید نفر نزدیک اشرف غنی بود و این ساتری نیست، این مذاق نیست اماین اماین در مقابلش خیسته آقای حمیدزی در مقابلش خیسته شما میبینین که مردم های مختلف در قندهار دیگه اشرف غنی بیماناست اینی مردم پشتون دیگه به نام پشتون رای رایگیری نمی کنن از این خاطر است که ما کل ما چانس داریم که این دفعه مسئله قوم و نژاد و سبانه روی مسائل اصلی در وطن خود
با کسایی که روی از اون مسائل کار کردن بودن ما میکنن یک جای شویم. بنابراین این که گلبدین رئیس کمیسیون انتخابات میشنه قاعده برگ مولی نیست. با اون انتخاباتی که گلبدین رئیس کمیسیون انتخابات باشه و انتخابات برگ مولی نیست. در اون صورت ما انتخابات نمیداشته باشیم. یک تعداد هموطنهای ما در مقابل خائنین استاد میشه. ما اینا رو پشت سر تیره میکنیم. امروز گلبدین نتایج نداره. همی حزب گلبدین توسط یک هموطن دیگه ما در افغانستان رجستره، آقای ارغندیوال، که آقای ارغندیوال دیگه با گلبدین نزدیک نیست و در این فکره که کثیفه چطور پس بکنه و دیگه دست آقای گلبدین همچنان. بنابراین ما در این انتخابات کدام حراس نداریم. مردمایی که در انتخابات دیگه مثلا فامیل آقای نادری شما دیدین که چه یک نقش منفی بازی کرد. خود آقای دوستم امروز اعتماد داره که آقای دوستم در این انتخابات دیگه متوجه شده باشه. فامیل آقای نادری اعتماد داره که متوجه شده باشه که کشتی شکستره که میگفتیم اینا به ساحل میرسانه به هیچ وجه وطن نیست. و اگر او کار کنن از پیش اینا مستند افشا میشن. یعنی او دفعه که فرخنده او گپا را زد تانست بزنه، این دفعه اینا دامنهای شمال زده هستن. بنان ما زیر راست نداریم. بفرماین دوست ازم روی خط هستیم. بله جناب شفیر ایار، سلام خدمت شما و بینندگان شبکه تک. تشکر، سلام به شما، بفرماین. قربانتان. از رئیم از تو از دنور در سباسی ماش یک کنواده خوش مهین دوست ازم، بفرماین. قربانتان. یک مطلب جناب کسی ایار بسیار زیاد هرچی که ما کوشش کدم یعنی پیدا کنم یک برای حل را بیدیم که این جنابایی که فعلا در افغانستان باعث حزبا تشکیل شدن، حزبای سیاسی و اینا، خب هر قدر کوشش کردم ببینم که خدای شود که یک برای حل پیدا شود حتی در حال از قدر بدبختی ها بره، ولی متوجه میشم که هیچ اینا اصلاح شدنی نیست. بله بفرمایید. یعنی هر قدر کوشش کنم میبینم که اینا اصلا اصلاح شدنی نیست، اینا هیچ پروا نمی کنن. من نمیخوام که حزب اینا تا چی وقت ادامه پیدا میکنن یا تا چی وقت اینا حقیقت هستن. نمیخوام که من تصدیق اینا حداقل تجربه کنم که اینا اصلا شدنی نیست. بله بسیار ببخشین یک سال یا دو سال زمین این حالا بفرمایید. خب اگر جنگای داخلی بود گذشت، خانه ها تباه شد، جوان ها کشته شد، طفلا یتیم شد، خانم ها بیوه شد، خلاصه از اندازه به اندازه ساکت گل میشن در سید، یعنی اینا در دریغ نکردن در این وقت. بله در کنه، ولی بدبختی در اینجا است که از وقتی که جناب حکمتیار حالا هر قسمی که از ما مجبور هستیم که بپذیر مال کامدی بلا اصفت در قسمی که هستی بیا همی در افغانستان هم از این کشور هستی بیا، حداقل اینا باید هم از گذشته که باید تجربه باید بگیرن، حداقل یکی در روی یاد نزبیان بشینن اما گذشته بدبختی را کردین امور در آینده دوباره تکرار نکنه. این چی بدبختی است؟ این چقدر دامنتر مسئله قومی، مسئله نژادی، مسئله لسانی از هر گوشه افغانستان دامن زده شده، دامن میخوره و خلاصه قدر بدبختی روز تا روز اینا زیاد کرد که حتی سرایتش نیست. یعنی من خوب دقیق متوجه هستم. بله در همینجا از همین مسائل دامن خورده در داخل خود امریکا دستانه که اینجا اومدن. خب حالا من ایران از که اینا چقدر خریفه باشن چقدر بدبخت نکنم برای من فرق نمیکنم چی اگر از سینا بازاره باشه، پشتون باشه، تاجیک باشه، ازبک باشه، هر کسی باشه، حتی اخوان اینا همه قدر فکرم ندارن که اینا یک روز با هم بیاین بشینن ببینن خب گذشته ما چی بود، چی کارا کردیم، چقدر نفر قتل کردیم،
خب بیا خیلی یک از درقل یک رای دیگر رو بسنجن و هم بیشینن از درقل امیرم از بدبختی خوب برایم هر روز به تلویزیون ما میبینیم مشنوین هر روز اونقدر یکی دوستان دیگه خود دشما دشنام میزن درو میزن توحین میکنن دیگر فقط همون خدر هست که همون افواز رکیب که یعنی عددیات نمیخوام سیاسیون میگه چی فلا میگن همون دزگان نمیخوام که چرخم کنید اما ورمون باقی مانده در غیر از دی اینا مستقیم هم داده تلویزیون هم که اینا میشینن تاول رفتار میکنم که باشید یا نه بسیار خوش شدم دوست جی بله یعنی بله بله آه. گپ شما درست است دوست جی ما فکر میکنم که با زیاد گپای شما ما موافق هستیم آمتن عزیزم اگر دیگه گپ باشه اگر نه دیگه دوست دارم میگیرم قربانتان یک جا تشکر تلفن ما رو برداشتین تشکر اگر توکین برای هیچ کسی نباشه ما برای تمام شون اعتراض برم خدا کنه که یک خوش وقتی انشالله جایه تشکر بخیر باشه لاین باز صد و سایزم شما میتونین که زنگ بزنین ما میگن دفعه شاگردای تنبل بارم شاگردای تنبل باره چی رو سعی میکنم سات سعی میکنم که باش که سات در کجا رسیده که وقت زنگ تفریح چی وقت دادم میشه خب ما تفریح نداریم دو سات یک دلی چی هسته جناب خلیلی بسیار تشکر که زنگ دارم پیشتر زنگ دارم نگرفتین بفرماین آقای خلیلی بفرماین دوست عزیزم آقای خلیلی روی خط هستین بفرماین روی خط هستین دوست عزیزم بله روی خط هستین دوست عزیزم بفرمایید جتو شد بباشیم سرزاد وقت سرزاد تنم بشتم خب از خواهش میکنم خواهش میکنم بفرمایید دوست عزیزم سلام آقای ایار سعید شما سلام من دارین کاملا بسیار خوب دارم آقای خلیلی بفرمایید سلام و عرض ادب برام خدمت شما سلام به شما دوست عزیزم سلام مرحبا ندارم کاملا با صدای شما را دارم خوب صحیح بلند آقای عیار صدای مرا دارین من صدای شما را ندارم که دارم بلکه خدمت شما ما شما را از پاریس زحمت میتون ما صدای خود دوباره میشنوم از خاطر عزیز که شما در تلویزیون هستین اونو را اگر گل کنین از طریق تلفن بشنوین صدایتان خوب میشنوین درست درست من از شما یک سوال داشتم در باره سجا جان کجاست خبر نداره سجا جان سجا جان اصلا باید در زندان میبود اما هنوز نیست چکر میزنه حتمی تجربه رزی داره که کدام دستگاه دیگه واز کنه این دفعه به نام بنیاد چطورکایی و باز به نام زنهای بیوه پیسه جمع کنه اما در این وقتا شاید بسیار خوش نباشه بخاطر کنون منبع آیده که از او طریق داشت او سرش قطع شده و من یقین دارم که وقتی که مصرف ها را داشته باشی که او داشت حال که آیده زن بیوه گم شده ناخوش می باشه اما یقین دارم که دست به کار هست که چی کنه از کدام نفر پیسه بگیره چی رفتم ولی به هر حال غیر از سجا جان بله یه چیزی بود که آقای ایان صاحب دموتو در زینم گشت و چیزی بود که من ازیاد خنده میدادی که پرگاروانی که نبارشتی میگوشتی که میگوشتی چیزی که زیاد من امروز رنج میده در باره مسائل افغانستان که امروز ملت بیچاره افغانستان سر دوچار امراض مختلف هستن چی هست سمت و زبان و ملیت و از این قسم گفا و در غیر از اون چیزی که من میخواستم از شما یک سوال در این باره در باره دین و مذهب چه سوال پروگرام های دینی شما را و اسلامی شما را زیاد تک میکنم از زیاد آموختیم سوالی که من شما دارم در قرآن کریم مسئله شیعه و سنی هیچ چیز نبوده نه مطرح نبوده به هیچ وجه نبوده و در نظر با پروگرام این پیشتان که پروگرام 384 85 بله
بله، شما درباره همین مسائل اسلامی و چیز صحبت کردین و کسایی که باز نمبر مسائل وضو بود و اعتکاف بود، اما من فکر میکنم که شیعه و سنی که هم مطرح نیست. اسلام خودش با حضرت محمد به حساب پیغمبر و به کتاب چون قرآن به ایمان دارن، با کیش به همین ویرار که ما درست پیش ببریم بیخی کافیست پیش که بگردیم ملاحظ که ما را میخوان رشرش رو توته توته کنن. کاملا اسلام یک مشکلی که حال ما داریم که دیگه کس نمیفهمه که با چی اساس ما اینی هستیم اونا اوناست. نمیدونم این برنامه 385 که شما گفتین آقای عابدم آمدم اون قاله 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 شش رقم قاله است که باید کلگیش قبول کنی، میگه هر قال را قبول نکنی تو از اسلام برآمدی، در حالی که اکثر اون مردمایی را که میگه قال ازی را باید قبول کنی اونا کسایی بود که با خدا امروز زنده می بودن اگه شما که چون در یک راه می رفتین و آن قدر یا جنایت در دین اسلام کردن، آن قدر مسلمان کشتن، آن قدر صحابه که باید ازش بشرمیم. اما گپ بیدله که بیدل از فخره که ما داریم باید آر داشت. اما طرح اسلام قرآن است که پیام خداوند است، پیغمبر ما با عیس رسول است، ایمان ما با پیغمبر با عیس شخص نیست، با عیس پیغمبر نیست، با عیس کسی که وسیله شده پیغامه و خداوند یکتا. اینمی اسلام است. یک چیزای دیگه که تو کی هستی و ما کی هستم اینا بعدن به وجود آمده، یک تعدادش به خاطر عدالت خواهی ها بوده، یک تعداد دیگهش به خاطر منافقت ها، به خاطر پول جمع کردن و چور چپاول. از این خاطر اگر ما شما دوباره به قرآن برگشت کنیم، ما فکر میکنم که میتونیم به خود، به اولاد خود و به جهان مصدر یک خدمت خوب شیم. تشکر یک جان آقای عیار، بسیار خوش شدم، موفق سفرات باشین. تشکر، همیشه هم بیتو پروگرام های جالب و آموزنده تان ادامه بدین. تشکر، ما هم را شما هستیم. تشکر، بسیار خوش شدم دوست عزیزم. سرتون خوش. فرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. استاد عیار سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ شما خوبه؟ استاد محترم، یه سوال داشتم از شما، من این پر نظر شما در این مورد چیه، چقدر معلومات داره. همین نام علا، یعنی پیش از اینکه حضرت پیغمبر خود پیغمبر اعلام کنه، علا وجود داشت که اعضای نیاکان پیغمبر به مو اتخاذ داشتن و پس سوال میشه؟ حالا شما رو میشنم، تلفن فیسبوک بود دوره گل کردم، حالا شما بفرمین. بله، یعنی علا پیش از اینکه خدا پیش از اینکه محمد پیغمبر شود علای وجود داشت و بلی نام مرفوض واجد نیست که تکرار از تکرار مثلا عبدالله بوده و عبدالمطلب بوده و اینا بودن. یعنی همی مردم پیش از اینکه خداوند وحی روان کنه و اولین کلام بسم الله الرحمن الرحیم روان کنه و برای مردم به فامانه که نامش علا هست، علی علا را اینا رو پیدا کرده بودم که اینا بندی علی علا بودن. یعنی در تورات و انجیل اینا با علای وجود ندارن، یعنی خدا من نمیفهم یعنی قبل از یا علا وجود داشته اینطور به صورت رسمی کدام کلام از آسمان به نام علا آمده برای حساب کتب آسمانی دیگه، یا این که اولین بار در قرآن آمده. اگر اولین بار در قرآن آمده پس مردم چطور یه علا را بشناختن که ما امروز پیار خدای ما علاست و ما در دین اجداد محمد آمدیم؟ یعنی همین رو بگفتن از شما پرسان کنم استاد محترم. بخیر باشه، بسیار زیاد تشکر دوست عزیزم. خانم راضیه، شما به فارسی و به انگلیسی برای شما نوت ماندم، یک دو دفعه زنگ نزنین، مال شما پای هم زنگ زده میرین. یکان دفعه که شما از فیسبوک برام زنگ میزنین، ما برای شما یک نوت میمانم به فارسی که دیدن نشد، به انگلیسی ماندم باز هم زنگ زده میرین. دیگه گفت میدهال سختن است. خانم راضیه، یک دقیقه برای شما زنگ میزنم. خواهر عزیزم، الله به عیسی یک کلمه مثل ایست که اگر ما بگوییم پیش از آمدن اسلام ما خدا میگفتیم، آیا کلمه خدا وجود داشته؟
کلمه یزدان وجود داشته. خانم رازیه خواهش میکنم اگر زنگ دین مجبور شما را از فیسبوک پس کنم که زنگتان دیگه نه، زنگ دیگه نزنین لطفا. اینمی کلمه وجود داشته، آیا این کلمه بعد از آمدن اسلام در خود الله را هم گرفته؟ بله. آیا در عربستان کلمه الله پیش از آمدن اسلام وجود داشته؟ ما فکر میکنم که داشته، اما اگر نداشتم بسیار فرق نمیکنه. این کلمه باشین که میخوانم چیز را اگرفه بگیریم که میخوانم راضیت می اگر بسیار مهم دارن که نمیتونن یک دقیقه صبر کنن. بر شما زنگ میزنم خانم رازیه. ما فکر میکنم کلمه الله بوده، اما آیا الله به خداوند یکتا استفاده میشده؟ این رو ما نمیفهم. مثلا آیا کلمه خدا میشه به خداوند یکتایی که امروز فکر میکنیم استفاده میشد؟ نه، در یک زمان شاید بر یک بتان کلمه خدا استفاده میشد، چرا کسا قبول کرده بودن که اینمی بت خدای ما هسته. بنابراین این کلمه برای یک چیز بسیار بیمتا استفاده می شده. اینی آیا در عربستان بوده یا نبوده؟ ما فکر می کنم که در عربستان کلمه الله بوده. آیا برای خداوند یکتا بوده یا نه؟ ما فکر می کنم که نه. حتی یک بار در اینجا چی شده؟ در اینجا بله خانم رازیه، خانم رازیه بفرمایید. یکان دفعه وطنهای ما احتمال داره که خانده نتان اون خطه یا یک چیز بهتره که بگیرم خانم رازیه را که باز اینا هم بسیار چی نشد. خانم رازیه احتمال داره شما که چی را هم گرفته. و خانم رازیه دوست فیسبوکی ماست، یعنی یک کس نیست که آزار بتا یا وقت زایی کنن و بخیلی مشکل دارند ای که چطور بگیرن یا چطور چی کنن. با ما میفهم که یا زنگ زدن میهن امیر ما یک دفعه دیگام ترای میکنم، اگه ایت نشد باز صدایش خود بخی پخش میکنم. خب خانم رازیه را صدایشان را پخش میکنیم که دیگه اگه زنگ هم زدن نما بشنیم نه شما. الله ما فکر میکنم پیش از اسلام هم وجود داشتم، مگر اینکه برای خداوند یک تاب احتمال اغلب استفاده نمیشد. یک دفعه آقای داود نزار که در این مورد معلومات داشتن گفتن که در یک زمان الله برای یک بت کلان استفاده میشده. آیا میشده؟ شاید. اگر میشده آیا ما گناهکار میشیم که بگویم در اون زمان استفاده میشد؟ نه، میتونه که باشه. از این ریشه لغوی یک کلمه از نقطه نظر تاریخ ها. آیا خداوند بعدن یا پیش از او مثلا در زمان ابراهیم یا موسی یا غیره خدا به نام الله معرفی کرده بود، یا این کلمه بوده که مردم در اوج انتخاب کرده بودن مثل که ما کلمه خدای یزدان استفاده میکنیم؟ شاید. و ای که آیا پیغمبر ما مثلا شما گفتین که خدا پیغمبر اعلان کرده بود، خب این طرز دید ما بازه این قسمت تا نیست، چرا ما از دید قرآن میبینیم و از دید قرآن اتا قبول کردیم که پیغمبر بعثت دادن، قبولشان کردن، وظیفه دادن تا وسیله شوند آیات قرآنه. بنان این یک چیز کوتاه بود. بله بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستیم. سلام علیکم آقای ایران. سلام دوست عزیزم. آقای علی گفتین؟ علی؟ علی بسیار خوب، بفرمایید دوست عزیزم. زنی میزنم، بفرمایید. خوش دادم که تونستم ما بگیرم، اگر چند بار زنگ دادم و از آقا در 20 بار زنگ دادم تونستم شما بگیرم. تشکر. میخواستم یک چیزی بگم در رابطه با همین دوست عزیزم که همه یه سوال پرسید که الله نامی چی بوده. میخواستم بگم که فکر میکنم من یه جا خوندم که بزرگترین بوتی که در مکه بوده قبل از اسلام، بزرگترین بوت نام الله بوده. بله. بعد فکر کنم شما میدونستم، ولی نخواستید چیز کنید واضح بگید. بله. این خواست
چیزی از خیرات هستم و خیلی خوشحالم که مردم هدف تونستن جلیه این آدمی کسیدر با فرش بگیرن و بفهمونن به این آدم لعنتی که خون این همه آدمی که شما ریختی، خون این همه جوان که شما ریختی، او کس، لیابت او کس دارم نداشتی. بله، بدون شک. بعد چیز دیگه که میخواستم به شما بگم راجب همین کمپینی که شما راه انداخته بودید در مورد اشرف غنی و در مورد این کمک‌هایی که باید سیریز بکنه و نبن ببینا و این میخواستم بگم که همین اگه میشه دوباره چیز کنید ادامه بدید. بله، به خاطر اینکه این تا حد دیدید به دهی دولتی کثیف اشرف غنی فشار داره، یک موضوع فشار میگیره و میتونه این مردم به جامعه جهانی بشه. و چیز دیگه که میخواستم بگم واقعا تشکر میکنم از برنامه های جالبی که شما پخش میکنید و کل بیننده ها و کل انسان هایی که میفهمن واقعا هدف خانستون چی میگذره. بله، این مردم رو بیدار میکنه باورم که نمیدونن آقا بیدن از این کارهای دیگه دارن میکنن. بله، و همین میخواستم به من رو تشکر. بسیار زیاد تشکر. تشکر. ما فکر میکنم که همی بوت آقای دادشانی یکی از بوتهای قیمتی افغانستانه. همیرم بیاین که داکشن بانیم، یعنی لیلام کنیم برای آقای دادشانی. همی بوتشان رو بفروشیم، واقعا یک بوت قیمتی است. همیره بیاین که یک اعلان بتیم که هر کسی که ده حراج بگذاریم که کی همی بوت چند میخره. ما همی بوته از آقای دادشانی میخرم، ایرمیارم همیجه دمی تلویزیونی رو ده حراج میمانیم. ما ببینیم که اگه این کار کدم میتانیم. خانم رازی یک بار دیگه به شما زنگ میزنم. خانم رازی در فیسبوکشان در بکگراند عکس یک دختره که شاید 6-7 ساله را داره، یعنی آنقدر یک دختر مقبول است. برای من میترسم که میزم نامنظم شد که من این دختره که برای شما بمانم. چشمای سیاه مقبول، مویا و یک دستمال که در سر ازی است، بازیجه یخنش مثل که قالین بافی باشه، این را من در برنامه خود میمانم. یک تبسم شیرین و بی‌نهایت زیبا. خواه اگرچه ما نتانستیم با خانم رازی عمرزاده گپ بزنیم، اما این تصویر آنقدر زیبا بود که برای ما یک لحظه خوشی داد. از این خاطر من یک دفعه دیگه با شما زنگ میزنم. باز اگر نشد خانم رازی دیگه برای روز دیگه مهمانی میشه. بله محترم آیاسو، سلام علیکم. خانم عمرزاده چی حال دارین؟ صحت شما خوبه؟ خوب هستین؟ صحت شما خوبه؟ شما امروز یک 20 دفعه مرا آزار دادید. بخیر اینکه من حضور شما شدم. من میفهمم تلفنم خود حق. اما این دختره که خود در بک‌گراند شما کی هسته؟ اون نواسلیم هست. آه یک مقبوله بنام جینا جان هست. آه بسیار خوب. آرستیم، من از شما یک خواهش داشتم. بله بفرمایید. برنامه تلویزیون شما برای ما با یک صدای غمس بسیار دلخراش می آمد. هر قدر می کردیم هیچ نمی میشه. مدت هاست که می آید. مگر خواستیم برنامه لایف تا ما از روی از یوتیوب بگیریم. از اونجا هم شما برای ما یک از فیسبوک، اینمی فیسبوک هم که آمدین در فیسبوک ببینین. ما هیت نمی فهم که چرا ترکایی میشه، چرا اگر در فیسبوک او صدای زیادی نیست دوام باید نباشه. نه اما من نه در فیسبوک بسیار خوب میره آوازتان، اما وقتی که در تیوی ما بخوایم ببینیم، اگر در تلفن خود ببینیم بسیار آوازتان بسیار درست میره، اما وقتی که در تیوی میبینم اون وقت یک ذره مشکل میره. خب حالا ما فهمیدیم که شما چرا مرا قدر آزار دادین. شما انتقام میگیرید شما؟ من دادیم باور کنید که آزار ندادیم کنه، اما تلفن رو حق شده. بسیار ببخشید. بسیار ببخشید. کسی هستم که پروگرام های شما رو بسیار دوست دارم و همیشه شیر می کنم و همیشه پیرو مکتب شما شاید شما هستم. بسیار زیاد خوش شدم خواهر عزیزم. ما همچنان با مان خدا. خدافظ شما. خدافظ. خب یک مشکل هم شد و از صدها مشکل دیگه همچنان پا برجاست.
بفرمایید دو سزم روی خط هستین. السلام علیکم. دو سزم بفرمایید. شما خوبه ترمید؟ آقای ایار اما گرمانه چیز که توبت نمیشن را دیمهش که مرکم تک جایت ما دیگه اما چیز اگر ببینیم که را خودرک میشتی ها در بزنن به کلی چیز دار مردان که مرد مثلا آدم که دوماره در گروه مونگه بنیمونه و شراب ترکیی بنیمونه و این برای زنا چیه در خیلی بزنی ها؟ برای زنا دکچه پزانی دیک پخته میکنن که مردا خدا آقا اگر شما در مسجد هم باید میگرد که شما باید این کار کنید که شراب تایی شراب چی جور نکنید اونجا با شما چه گور صدرت و یه صدرت و اون صدرت در مقرد در مرد از من چی هست اینجا؟ بخیلم خداوند در اون وقت جامعه عرب که میدیده که زنا چقدر خوبه برای رهنمایی از یا هیچ مجبور نیستم که یارا بگویم که بازده اوجه برای شراب میتو موازی ازی همی زنها را همه تا مانده گفته یا خوبه بیا که این مرده را وعده ها بتم که اگه یا یک ذره اوشار شون یک ذره کارهای خوب کنن با امید ازی که در دنیا بازی کارها را میکنیم غیر از اولا دیگه که من کدام چی دیگه اید ندارم که چرا کدام ولی ها بدون شک در قرآن همی وعده ها داده شده و اکثرا هم برای مردا بعضن به ندرت یکی دو بار در این مورد برای خانما هم گفته شده که شما در جنت میرین و تمام چیزا برای شما است اما به شکل مشخصی گفته نشده و جامعه چون بر سالان بود احتمال داره که این انعکاس بد میکرد همیشه عین سوال از آقای ظاهر دایی یک شاگرد دانشگاه کرد آقای ظاهر دایی گفت یک خنده کرد گفت وی خیلی تو میخوایی که برای خدا ناکده بگوی تمام چیزا رو بگوی و در جامعه یه اساساتی هست اساسیت ها هست اینا فکر میکنن که حتی در دنیا مسئله ننگ و غیرت هست خدایا بابی ما را خیره که کت غلمان ماندی یا کت گور اما بگوی ما را چرا ماندی؟ یعنی اینا از دید این دنیا و دنیا را میبینن اما برای ما اگه بگوین که چرا ایت نیست مهیر تشریح نمیتونم چرا این دیدگاه خداوند است آیات خداوند را که برای ما بسیار سخت است که بگوین والا از اینی خاطر نیست یا از این خاطر بله کاملا کاملا اینا اگر یه در جهنم برای یه در دوزه برای یا باز ابو زامت در کجا میکشن والا ما که بردی ابو ما نستن بردی ابو در فرانستن یعنی ما که خود تنبال هم میبینم امو رقمی خواهد بوده راست میگی برادر این چیز میبینم این زن از چون هیچ عقل ندارن در این دنیا و در دنیا بله ها باز خداوند جنت از برفای مادر گفتن بله چی رکم جنت از که در این دنیا تجربه برن نه بایش اما ما که ایمان داریم به یک عدالت خداوندی اما تو فکر میکنیم که یک چیز برای کل خواهد بود اما جواب برای از این نداریم آیا خداوند قصدی چیزا را مانده واقعا که مردا را هدایت کنن زنا هدایت شده بودن غیر از ما یه دلیل دیگه در اینجا نمیبینه و نمیتونه که بجا نه از چایی که آدم ببینه یعنی از بار ببینه مردا بله خانه یکی برای مردا بریم باید بیشه خانه یکی برای مردا باید اول نان بگیره اوشتی که بگیره باید مردا باید داری غیر میگه تا چهارتارگی پنج سالگی کل این کار در پای زن در پای مادر و باز مادر میگه چند در پای مادر در اون دنیا مادر که منی کار هست ولی باز باز زمی چی که هست؟ اگر واجه بازی از مادمات داده بزارین تا خوش خواهد شما این اقوانه که بسیار بیمه بای شما بسیار مادرها بسیار این اقوانه که باید همین سوال باشن از اون واجه به اجواری نشه یا واجه به این نشه که برو دشانه بر
موجه جویای شراب و در دل خود میگه الله موجه غرق شه اینه و شراب. آقا یه بیادمی اونجا شاید پرزانون یه مردای جایی کتا کتا اونجا موتور درام هست که اگه مسایی کتا نگیرد برگرد. نه خدا نکنه، خدا نکنه، خاره خشمه. خب به هر حال دو سایزم چند بجه است؟ ساعت 1:42 است. بفرمایید دو سایزم روی خط است. سلام علیکم شبیزوان. سلام دو سایزم، چال دارین؟ ساعت شما خوبه؟ بزدوه شما دارم، شما را در من دارم. خوشحال استم آقای عزیزم، عزیزم بفرمایید. بله باشد آقای فدایی زنگ بکن نزدید. بله آقا بفرمایید، بفرمایید سایست. بسیار زیاد تشکر، همی بحث بود برای امروز، بسیار زیاد تشکر. بله بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین دوست عزیزم. الو بله 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 آقای فدایی به شما زنگ زدم. صبح شما بخیر محترم آقای. تشکر آقای فدایی، خوب هستین ان شاء الله؟ تشکر، سلامت باشین. از ما تقریبا 11 بجه روز است از قاره استرالیا در میزنم. بسیار خوب، بسیار خوب. همه آقای محترم پیشه که کرد ده بیش بیش وجود نداره، روزش وجود نداره، انسان ها رو همینجا جمع. یعنی میگه من بهترین زندگی دارم برای من بیش شد. البته این بدبختی که در پکتیا زندگی میکنه برای دوزخ است. بله. این عربا ساختن به خاطر پیدا و پناه خود کدام بیش؟ بله. پس اگر خداوند وجود داره، این خداوند چرا زنها را از ما کمتر آفریده؟ تمام چیز خوب از مردا باشه، زنها هیچ نداشته باشه؟ چرا؟ بله. یعنی چی؟ همونه ایده جواب می دوست پیشتر ما که زنگ زد میگم. بله. نش صدا شما آقای فدایی قطع شده. آقای فدایی صدای شما قطع شد. خب
چی هستن؟ در قسمت از اینکه آیا جنت و دوزخ هست یا نیست، کلگی ما و شما با یک دلیل یک رقم فکر میکنیم. البته ما از دین اسلام و از قرآن یاد گرفتیم که به عقیده مردم رقم سججان غو نپردم. هر کسی عقیده خود داره، فکر خود داره. همیشه گپ ها، گپ هایی که از زوایای مختلف مطرح میشه باعث تبادل افکار خوب میشه، باعث ایجاد یک هم نظری میشه. و اما تو که شما گفتین که جنت و دوزخ نیست، تمام چیزات دنیاست، یکی دیگه با دیگه باوره، یکی دیگه با دیگه باوره. اما یک چیز بسیار مهم است که کلگی باید حق ابراز نظر خود داشته باشه. در مملکت ما اولین چیزی که مردم میکنن با اون عقیده که هست، دیگه هیچ عقیده رو نمیمانه، همیو چند زمین گلونش میگیرن میخواین خفه کنن. در برنامه ما شما میتونین نظرات مختلفه که دارین مطرح کنین. آیا ما نمایندگی از نظرات شما میکنم؟ به هیچ وجه نه. و آیا شما نظرات ما را نمایندگی میکنین؟ نه. ولی در این جریان است که ما میتونیم آهسته آهسته نظرات یکی دیگر را بخونیم، تبادل نظر شود، چی در مسائل دینی، چی در مسائل سیاسی، ادبی، فرهنگی و غیره و غیره، با هم یا از یکی دیگر استفاده بکنیم. بفرمایید دوست عزیز، روی خط هستین. بله سلام علیکم. ما مجبور شدم یک زنگ بزنم در ارتباط چیز، البته نظر من است و شاید منطقی باشه، چون در جنت یا دوزخ پروداکشن ضرورت نیست، دیگر نفوذ یا تولدات یا که زن و مرد باشن نیست، بلکه اونجا زن و مرد نیست، اونجا کلکی و یک رقم و دیگه که باکره میگن باکره، شاید به اون رقمی که مرد ما بهش ها مختص به اون نیست. فکر میکنم باکره درست نخورده چیزایی نباید، ما اگر به نمی نظر ما هست نباشم، اگر درست درست به نظر ما، یعنی شما این نظر شما با بله. تشکر. خب حالا این نظر یاموتن ما ایست که در دنیا اصلا نیازمندی برای از این است که زن و مرد باشه، چون ریپرودکشن وجود نداره. دوباره ابقای نسل از طریق یک جای شدن یا اجماع زن و مرد در وجود نیازمندی نیست. اینال در اون صورت کلگی مرد میتونه باشه. خب در اینجا آلی مسئله زیاگل چی میشه؟ زیاگل تمام زندگی را در اینجا یک خانم بود، در اون دنیا میره ایره، یا مثلا وایده در اون دنیا میره که نامش هم ماندن وید، احتمال داره که اون یک دعوا کنه که این چی رقمی بوده که از ما را، یعنی چیزاییست که ما را نمیفهمیم. ولی در قرآن در این مورد نیست. بفرمایید دوست عزیزم، خود معرفی کنین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام دوست عزیزم، چه حال دارید؟ صحت شما خوبه؟ خوبه، 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 خوبه. در اتاقتان میبینم یک ده جوره بود، مانایش ایست که یک جای بیروبار باید باشه، ها؟ نه، صرف من بیرون میشم، آقای یاسه من بیرون میشم، صبر خیلی صدرم صحیح بود. بسیار میباشی برادری محترم، با خدا آمد خودم یک جای میمان آمده بدم. بله بفرمین دیجا او بلی دو در دیگه وقتم زنگ میزدم، خود قسمتی بالا نمیشد، ولیکن خدا قرآن شاید که تلفونی من رو بالا کدی، شخصا خودی من دیگه این دنها رو مکوا بدارم، یعنی خوش دادم که تو بالا کدی، یعنی کم از کم چیره فریدم. ولی که من زیاد دوست نیاز داشتم برای تو، وقتی که من در خانه خودم بودم که من برای خوب سعی ایلا میگفتم که اگر نه که مثلا هر چی که بود کم از کم ما و تو خدا، خدای ما و تو میدید دیگه مردم همه چی کنم که ببینی همه به نگه پای موترم. ولی که خدمتی ای تو جای شما تلفون بارا کردیم که اینال من نمیتونم که رازهای دیگه من خودم داشتم که در موانی ما و تو ایمار گفتم نتانم. خیلی ما دمی روزا یک روز کجا شما تشریف دارین؟ من فعلا خودم در پاریس زندگی میکنم، تقریبا 100 کیلومتر دور خانه فامیلی نیانده، والا دوستو هسته دیگه آمدیم در اوجه. حالا دو بجه شب شما هسته؟
نه فهمیدم گفته ساعت ده شب شما هستن؟ چند است؟ یازده است؟ ده بجه شب است؟ چند بجه شب است؟ ساعت شما؟ تقریبا ده و پینجا دخم شب. خب ما برای شما در یکی از این روزهای دیگه زنگ میزنم، چون من دیدم شما چندین بار زنگ زدین، امروز شما گپ میزنم. تشکر یک جیان این مورد که زنگم نزنیم فیدای سرت صرف این میست که کم از کم که خدا شاید است که چیزهایی که میخواستم من خدای پاک شاید از بگو مردم چی میکنیم صرف نتانستم این مورد که بگم باز انشاءالله که زنگ زدی وانا وقت یاد بی هزار دفعه با برد نیگم بخیر باشه من امروز شما دوباره زنگ میزنم. خدا حافظ شما دوست عزیزم. ای دوستم چندین بار زنگ زده بود بخیر میخواستن که شخصی با ما چیزایی را مطرح کنن، اما این دفعه ما اینا رو در مجلس گیر کردم. بفرمایید دوست از امروی خط هستیم. بله سلام علیکم چندی جان، خوب هستم؟ سلام خوهر عزیزم، شما خوب هستین انشاءالله خیرتی؟ شکر نباشید. ما یک انتقاد دارم سال تلویزیون زدید. بله. یک پروگرام دارن، یک برنامه دارن به نام خانواده و برنامه تو شما تیمورشاه جان. بله مثلا ما همه دیشیدیم که از خانه و خانواده چیزی بیان بودیم مثلا یک چند وقت است که برمی قضایبت کجا نیست که تیمورشاه اصلا نمیکنم. تیمورشاه جان ما فکر میکنم که یک چی گرفته یک وقت که در خانه میباشه فقط تمام روزی یا بای خود است در کلی خود تمزای خود جمع میکنم باش چو وقت من میگه برم که من شکر یاد از چیزی بگرم من این عادت من بر میگم مثلا تلویزیون شما گفت زدم اما روز شد یک پروگرام دارم من همی باز بر خود شما زنگ میزنم و بسیار یک انسان پرس هست یک انسان پرس دیگر با نام تایوان هست تایوان هست اون لعنتی آمد همی هر چی که داری دان پرس تایوانش آمد و شما با این تیمشای کسیف پنجاوان این چیز من با جا تلویزیون شما قطع نکرد. ما پیشتر گفتم به پروگرامشان هم زن میزنم من نام خودم باشم میگم باز بیشی نظر مجد بگنم به خدا من به مقابل خود شما من خدا این تاریده با او رو میکنم. خدا نکنه خوار ازم باز بدیده ایست که با ما زن میزنه پشت پرده که شفی جان ببخشین تلفون شد ما ولا بسیار قارشون سر یمانی بسیار لودستی پیشتر هم گفتم این نامردی ها را نکو تیمورشاه جان بعد معلوم میشیم من از آدم هایی که نامردا را تحویل بگیرم نیستم قبض میاید که اینیم غنی چهره پشت پرده و پیشروی پرده است کرزه یکی زمین ها بود من در امریکا را نمیکنم که در ایست این نفر را تحریک کنم باز در او سکرم برم نفر دیگه زنگ دهیم که من خوبه کسیم این بعد است اینی میره هر کس که بشنمه آقای تیمورشاه حسن پیششان بسیار کم معلوم میشه. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. روی خط هستین دوست عزیزم بفرمایید. سلام علیکم. سلام دوست عزیزم همی تلویزیون تا را پخش کنیم؟ اینال صحیح شده بفرمایید. سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیزم بفرمایید. سلامت باشیم جد باشیم من نخواستم اون درباره این چی خبر میکنم باقی قابل شدوی هستی چی دید و چی مذهبی یا باقی حالا یا نداره من با همه احتیاط دو درباره ایسی که آقای قدیمی که این بران مثل شما مثل بقیه ها که زیاد ایزا بران و اگه بگم انجام دادن چرا نه انجام دادن آره بهتر دیگه تا داده اکمه تا
خانی نداریم خیلی خوشحال در خطه خوب خوشتان و همه احترام میداریم حتی به همه نرخم دویم یک احترام بیفت حتی با شما یک چیزی رو بس بگیریم بزرگیم در ایوانی که جایتا خواستان آمدن که روان خلاف بیستن خلاف بیستن یه نامون بیه 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 شدم وقت ما امروز به پایین رسیدم و متاسفانه به خیر و به خوبی در هفته دیگر دوباره در خدمت شما می باشم. با اجازه شما دوست عزیزم ببخشین از اینکه شما را قطع می کنم. هفته دیگر باز با هم می باشیم. تشکر از اینکه شما می شنین برنامه های مرا می بینین، نظرات خود، انتقادات خود، و ما یک وظیفه دارم که گپای شما را بشنوم، یک آدم مسئول باشم، یک آدم عقده‌ای نباشم، یک آدمی که به اساس لسان و قوم و نژاد و دین و مذهب و غیره و غیره یک آدم نه خوش بکنم نه دور بزنم، بلکه کلگی ما بتانیم که صرف نظر از این که مثلا جلد ما چی رقم رنگ داره، اخیر دینی ما چی هسته، بتانیم یا زبان ما یا طبیعت ما بتانیم با هم دیگه یک جای باشیم. دو سایزم وقتم به پایین رسیده، شما را به خداوند بزرگ می سپارم.